ملکیان در مصاحبه جدیدش اومده گفته که من یه دماسنجم. اگه مصطفی ملکیان رو در حالت بیمارگونه در پیاده روی تصادف کرده ببینید چیکار میکنید، واکنشتون چیه هست، بنویسید. مصطفی ملکیان در حالت زار و نزار و اینا ببینید، تصور کنید واکنش من این است. به من چه؟ میگم به من چه؟ خب خدا رو سر گفتن که عزیز، گفتن که حکمت به من چه؟ و فلانی مرده به من چه؟ چه گریه از مشکلات من باز میکنه؟ فلانی نمرده باز به من چه؟ اقتصاد خوبه به من چه؟ اقتصاد بده به من چه؟ دنیا پاشیده از هم به من چه؟ چه چیزی به تو برمیگرده عزیز؟ به برنامه بررسی نظریات و شخصیت‌های فلسفی فکری و به ظاهر مهم در ایران خوش اومدید. این جلسه اول، برنامه اول از من رامین قلی‌زاده هستم و میخوام در مورد این شخصیت هایی که وجود داره در ایران با هم دیگه بشینید در موردشون حرف بزنیم. یه سری افشاگری هایی هست در مورد این شخصیت هایی به ظاهر معروف روشنفکر. البته باید بگم که مراقب پامنبری هاشون هستن که نرن. حالا بحث ما دینی نیست کنن، من فلسفی خوندم، در مورد کسایی که فلسفی خوندم میراث فلسفی رو آوردن از غرب به داخل ایران ولی به بازی بزرگانه تبدیل کردن. خب توی این بازی بزرگانه اولین شخص مصطفی ملکیان است. مصطفی ملکیان دو تا حرف خیلی باحالی زده، خیلی خنده‌دار. من یک دماسنجم. الان مشکی، خب هوا گرم مشکی رو نشون میده. پرس و نیم ساعت گذشته الان یخه. ببینید هوا یخه الان اینجا هستم. در عرض دو دقیقه دماسنج تغییر میکنه. خب در عرض دو دقیقه آقای مصطفی ملکیان نظرش تغییر میکنه. این از منافر هم بدتر کنن. خداییش میگم چه نظریه یه آقا، خودت رو با کالا داری میسنجی، خودت رو با یه ابزاری که خودمون درست کردیم برای اینکه کارمون را بیفته یه سری چیزا رو مشخص کنی، خودت رو یعنی مصطفی ملکیان مساوی دماسنج عزیز. استاد با تمام احترامی که به شما قائلم، خب ما تو زمان کارشناسی شما استاد ملکیان بعد عبدالکریم سروش، سروش در باغ هم تازگی های یواش یواش تاتی تاتی میکرد اون موقع، بعد داوری اردکانی و دینانی و فلان، ریچارد سیبرم و کلارک و فلان تینگا که الان آلزایمر گرفته، بر ما خیلی بزرگ بودید ولی یه ضربون اصلی هست. میگن صدای طبل از دور خوش است. و این اول جلسه است، اولی برنامه از برنامه بررسی نظریات، بررسی شخصیت های فرهنگی و فلسفی و یا بهتر بگیم برنامه بازی بزرگان. خوش اومدید. مصطفی ملکیان اصلا با تکنولوژی قهره، مشکل داره کلا، چون دغدغه سنت و تجدد داره کلا. از یه طرف نمیخواد سنت رو ول کنه، از یه طرف دیگه میگه آقا تجدد رو هم بیخیال نشیم. این دوتا روشنفکر میان میگن که بین سنت و تجدد یه پلی هست، یعنی یه پلی هست که این دوتا رو به هم دیگه ربط میگن. این روشنفکریه، روشنفکری دینی. حالا خب ولی مصطفی ملکیان میگه که نه، روشنفکری دینی اصلا دوتا کلمه هست که ذاتا با هم اختلاف دارن، تضاد و ناسازگاری داره. روشنفکری یعنی عقلانیت، دین یعنی تعبد عبادت که درش عقلانیت نیست، روشنفکری هم درش تعبد عبادت نیست، پس اینا ذات با هم اختلاف دارن. خب روشنفکری که پول زده بود به سنت تجدد رو به هم ربط بده، خب این رو هم به باد دادی. خب همین چطور میخوای این رو با هم دیگه یعنی این رو با هم دیگه داشته باشید؟ جالبه، میگن ذهنی تحلیلی داره آقای ملکیان، دلی اکسیستانسیالیستی، سنت رو داره، تجدد رو هم. آقا از تجدد تو چی داری کنن؟ نمیخوام حالا مقالطه شخصیت رو ول کرد، حرف رو ول کردن و شخصیت رو چسبیدن و به چیزای جزئی بپردازیم. نه به خدا، آقا من خواستم یه بار مصاحبه بکنی، پدرمون در اومد باهاش، نه تلفن داره، نه کامپیوتر، نه هیچ. آقا چی آخه؟ جایزه گذاشته که اگه مصاحبه ملکیان جایزه گذاشته اگه کسی گفتارهای من، سخنرانیهای من در سخنرانیهای من رو جمع کنه و نقد بده، یه شکلات بهش جایزه میدیم. اینم از استاد. آغاز بیژن عبدالکریمی که از این خیلی بدتره. من نمیدونم چی بگم، این حرفش که من دماسنجم و حکمت به من چه. خیلی چیزای دیگه هم هست. خب حالا جلسه اول، برنامه اول هست، تا اینجا استوب میکنیم. خیلی داره به فاز کمدی وارد میشه، فاز این بازی بزرگان که فلسفه رو فقط صرفا در حیطه نظر حصار کشی کردن. فلسفه به سه دسته تقسیم میشه: آقای ملکیان، آقای عبدالکریمی، آقای بیژن عبدالکریمی، آقای عبدالکریم سروش، آقای دباغ، سروش دباغ، آقای دباغ کوچولو کوچولو حسین دباغ. من یک کسی نیستم، یه شخصی هستم، کارشناس فلسفه. اندازه شماها کتاب نخوندم.
ولی فهمیدم که باید بیام سر یه عده مثل شما داد بزنم که فلسفه رو گرفتید تا اندازه خودتون روشون کار کردید، پرداخت کردید، به این چیزایی خلاصه رسیدید. چرا فلسفه رو از حیطه نظر به حیطه عمل وارد نمی کنید؟ آقا حداقل فیلم اوپنهایمر رو که همه دیدن، اوپنهایمر روی تخته هی داشت معادله انجام میداد و اینا، دوستش از کارگاه اومد بهش گفت که آقا تئوری تو رو تا یه حدی میرسیم ها، بیا از کارگاه من استفاده کن، نظریاتت رو عملی کن. چند روز یا چند ماه بعدش خبر رسید که آره اتم رو شکافتن. اومد هی معادله کرد و اینا، گفت بابا ناممکنه چطور آخه؟ گفت بیا ما انجام دادیم توی آزمایش رو. آقایون حل مبارز میکنم، بیاید نظریه هایی که دارید، چه اساتید خارج چه اساتید داخل، حالا این رو توی فیسبوک و اینا هم ترنسلیت میکنم یا به انگلیسی هم، نظریاتی که دارید رو از کتاب، حالا نمیخوام بگم این کتاب رو بفهمید تازه بده، نظریات کتاب هایی که نوشتید خب بیارید در عرصه عمل اجرا کنیم، ببینید تا چه حد درست نظریاتتون، تا چه حد غلط هست. خب چکشکاری کنیم، تز و آنتی تز و سنتزی ارائه بدیم. شما تز دادید، یک کسی آنتی تز میده، بعد فرآیند یعنی نتیجهش سنتز میشه. نظریتون اگه 60% درست بود، یه نفر آنتی تز میده 40% درستش میکنه، بعد 100%. خب در زندگی اجتماعی ما به صورت ملموس میبینیمش دیگه. هیچ کدوم از اساتید داخلی میان برای مصاحبه میگن اول چقدر میدی، کدوم مرکز یا کدوم مؤسسه یا کدوم دانشگاه قرار مصاحبه کنه، چون مهمه دیگه، براشون دیده شده. بعد کسی میخواد باهاش گفتگو یا مناظره کنم کیه؟ خب برای مثال مصطفی ملکیانی بهش میگه که برای مثال با صادق زیبا کلام با ویژن عبدالکریم میخوای مصاحبه کنی، میگه نه نه با خودش مصاحبه نمیکنم، اصلا نمیتونم باهاش حرف بزنم. خب یه چند نفر خودش معرفی میکنه، میگه با اینا میخوام مصاحبه کنم یا گفتگو کنم یا بعد دیگه بفرمایید الکی چف متشنج کنی فلان اینا. خب همه بساط رو باز با اون یکی داریم، طرف مقابل به اونم زنگ میزنیم میگیم که آقا فلانی و اینا، اونم زنگ میزنه چقدر میگی بعد کدوم مرکز دانشگاه فلان هستید، طرف مقابل هم که خب من با اصلا ناچاری اینا، خب آقای مصطفی ملکیان هستن، خب بهش بگید که فلان کارو نکنه، ها توی مصاحبه مناظره گفتگو فلان و اینا، من قبول میکنم. آقا بساطیه، آقا شما میخواید دل قلبه بدید به هم دیگه، با هم دیگه صحبت کنید عزیز، یه ملتی یه ملت گوششون به دهان شما دوخته است، ببینن چه چیزی میخواید ارائه بدید. خب عمه فلانی هم در مورد مسائل دیگه خیلی مهم حرفای مهمی داره بزنه، همه میتونن حرف بزنن، ولی شما که الان بولد شدید به خاطر دانشجوهایی که هستن، به خاطر افرادی که فاضل هستند، درک دارن، شخصیت دارن، کتابای شما رو مهم دونستن و فکر میکنن آدم مهمی هستید و میخواید کاری بکنید، اونا شما رو به این مقام رسوندن، نه کتابهایی که نوشتی، نه کتابهایی که نوشتید، نه مقاله هایی که در مهرنامه و فلان و فلان و نوشتید و چاپ کردید. این همه بیهوده سخن بدین درازی کتاب خاتون آقای ملکی اونو میجن عبدال کریم اینو داوری عرب کنی و فلان کسک، اگه نیاری در عرصه عمل اجرا کنید هیچ درد نمیخورید، باید با آب زمزم شست نظریاتتون رو. خب خودشم که قبول میکنه استاد ملکیان، میگه که من دماسنجم، برف دیروزم دیگه نمیشه اعتماد کرد. خب آقای ملکیان عزیزم، یعنی یه نقطه ثابت وجود نداره؟ شدی هراکلیتوس زمان الان؟ خب پس بگیم مصطفی ملکیان هراکلیتوسی، همه چیز در سیلان است. من شوخی نمی کنم، جدی میگم. این حرف آخرش، یعنی این همه اندیشه‌ای که داشته، این همه عمری که کرده، مطالعه‌ای که کرده، کتابایی که نوشته، مقاله‌ای که نوشته، اصارش اینه. دماسنج، دماسنج، یعنی در همون حینی که داری حرف میزنی هم معلوم نیست الان به حرفت باور کنی باور نکنی، بعد از یه طرف میگی به من چه، یعنی الان اصلا حرفای تو هم به من ربطی نداره. من میتونم بگم به من چه، خود حرف این به من ربطی نداره که برو. خب من تا دیروز معتقد بودم توهین و فحش دادن اصلا کار غیر اخلاقی، ضد اخلاقی و خیلی بدیه واقعا، اما الان آره شرایط منو ایجاب میکنه و به این نتیجه رسیدن که آره کار خوبیه. آقای ملکیان بی 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 آقا به جای این هر چی دلتون میخواید بگید. چرا با ذهن ملت بازی میکنی که فلان کار رو انجام بدی، فلان حرف فلان زمان در زمان مشخصی میگی و اینو فلانی باور میکنی، الان هم اینو میگی. حالا من نمیدونم چی بگم، ولی جلسه برنامه اول این بررسی شخصیت ها و بازی بزرگان، برنامه اولش بود صحنه گرفتم به آقای ملکیان، یه گوشه ای هم به آقای عبدالکریمی اومدیم تو این برنامه، ولی در جلسه دوم، جلسه های بعدی باهاتون کار دارم. زیر و زبر فلسفتون، حالا من فلسفه نمیتونم به چیزایی که نوشتید بگم، چون چیزی اصلا
تغییر ندادید در این جامعه، اندیشه رو به وجود نیاوردید، فقط یه سری بازی های بزرگانه، بازی های معماگونه بزرگانه به وجود آوردید برای همدیگه چالش به وجود میارید، یکی حل بکنه، همین برای خودتون تفریح میکنید. خب از برنامه های بعد فلفلش رو زیاد در میکنم تا خودت یکم به فکر بیای، از اون ترس و استراب و شکی که از دوره جوانی در وجودت رخنه کرده، نتونستی دکترات رو پاس کنی توی دفاعیت، از یه رشته به فلان رشته اومدی بدونی که مدرک بگیری، از یه رشته به رشته دیگه اومدی بازم بدونی که مدرک بگیری، الان بازم از دانشگاه اخراج شدی تو اصلا به سیاست، الان اگه میخوای کار عملی بکنی الان نبکن دیگه، اون موقع رفتی توی سیاست از دانشگاه اخراج شدی، چرا باز رفتی توی لاک خودت کار عملی انجام میدادی دیگه، فلسفت رو در عمل اجرا میکردی هر چیزی که بهش معتقد بودی، یا اینکه الان معتقدی و ما خبر نداریم و میگی که به من چه این سیاست، این اقتصاد، این ملت به من چه؟ یعنی مصطفی ملکیان معتقده که ملت ایران به من چه، ایران به من چه؟ تا دیروز ملت ایران میگفتم، ایران میگفتم، به سینه میزدم، الان نظرم مثل دماسنج عوض شده، اومده بالا پایین، تغییر کرده، دیگه برام اهمیتی نداره و از حکمت به من چه استفاده میکنم. و دوستان اجازه بدید این حکمت دوم رو هم حالا من اسم گذاری کنم، حکمت دماسنج بودن، حکمت دماسنجی، خب حکمت به من چه و حکمت دماسنجی، شاهکارهای استاد ملکیان، خودتون قاضی باشید نتیجه این دو چی میتونه باشه. ممنونم از همراهیتون، رامین قلی‌زاده هستم، بازم با یه بررسی های شخصیت های فکری و بازی های بزرگانی دیگه قسمت دومش در خدمت شما خواهیم بود، در قسمت دوم ممنونم، فعلا.